هنوز مقاله 18 رو داریم دنبال میکنیم. دیروز رسیدیم به پاراگرافی که شروع میشه با It appears that the cities had all the same laws and customs, the same weights and measures, the same money. But how far this effect proceed from the authority of the Federal Council is left in uncertainty. It is said only that the cities were in a manner compelled to receive the same laws and usages. When Lacedaemon was brought into the league by Philopemon, it was attended with an abolition of the institutions and laws of Lycurgus and an adoption of those of Achaeans. The Amphictyonic confederacies of which she had been a member left her in the full exercise of her government and her legislation. This circumstance alone proves a very material difference in the genius of the two systems. خب تو ویدیوهای قبلی که در رابطه با این مقاله 18 گذاشتم برای شما گفتم که یه نقشه یونان قدیم رو بذارید جلوتون. پیشنهاد کردم که این پلوپنیژن وار رو نقشه‌شو نگاه بکنید. دیگه روزی که شما ویدیو رو میبینید راحت میتونید ویدیوهای مختلف در رابطه با پلوپنیژن وار، جنگ پلوپنیژا، چه جوری یونان خودش رو متزلزل کرد و آماده کرد که بشه تومه روم قدیم که تبدیل به امپراتوری روم شد. این نقشه ها و این کنفدراسیون هایی که تو این مقاله 18-19-20 راجبش صحبت میشه خوبه که اینا رو اگه کتاباشو نمیخونید حداقل به چند تا درس ویدیویی نگاه بکنید. اینم زمانی که این ویدیو رو میبینید در دسترستون خواهد بود، خیلی راحت میتونید ببینید و اسامی این کنفدراسیون ها رو قشنگ یاد بگیرید. و من زیاد روش تکیه نمی کنم به دلیل اینکه میدونم که مثلا همون کلاس های ویدیوی تیچینگ کمپانی رو که قبلا خدمتون عرض کردم یکی دو تا مثلا ویدیو کمپلت داره راجع به این، یا همین دانشگاه ییل رو که نگاه میکنید یا دانشگاه های دیگه یک کلاس هایی دارن که میتونید ویدیوشو ببینید در مورد یونان قدیم، روم قدیم و آشنا بشید با این اسامی مختلف، چون خیلی مهمه که ما که داریم تاریخ آمریکا و تاریخ تمدن آمریکا رو میخونیم خیلی مهمه که یک مقداری ریشه حداقل گذرا، نگاه گذرا به این ریشه بنیانیش بکنیم، که مقداری به امپراتوری روم نگاه بکنیم، یونان رو نگاه بکنیم که چجوری شد به اینجا کشیده شد. و تو چند ویدیوی پیش بهتون گفتم دیگه من که میگم امپراتوری روم رو نگاه بکنیم، امپراتوری یا یونان رو نگاه بکنیم و این امپراتوری ها رو نگاه بکنیم، تاریخ رو که میخونید آخرش خب آمریکا که از بریتانیا جدا میشه و این سیستم فدرال رو پایه‌گذاری میکنه و نگاه میکنه به این بدبختی این اروپایی ها که چی جوری چه بلایی سر همدیگه آوردن و از اینا درس میگیره و ما هم بایستین از درس‌های خوب و بدی که خود آمریکا توی سیستمش، توی تمدنش، توی بدنش هست ما باید یاد بگیریم، جهان یاد بگیره و وضع آیندهمونو بهتر بکنیم. من بارها گفتم هیچ درسی بهتر از این درس فراگیری سیستم الگوی فدرالیسم آمریکا و تمدن آمریکا نیست و بعدش این کسافتکاری به اصطلاح متمدن کشورهای
اروپا در جنگ جهانی اول و دوم که چه فکر می‌کردند که متمدن‌ترین جوامع بشری هستند و کثافت‌کارترین کارهای جهان کردند. من بارها تو این ویدیوها اینو گفتم. رو حساب ما این درسی که می‌گیریم درسیه که برای خانواده بشری می‌گیریم. یعنی ما فارسی زبانا اهل هر جا که هستیم و باقی مردم دنیا به هر زبونی که صحبت میکنن، ما طبیعتمون هستش که اگه اجازه بدن ما میخوایم به عنوان یک کشور، به عنوان یک قبیله، به عنوان یک طایفه غلبه بکنیم به دیگران. هیچ فرقی نداره، فرصت باشه ما میخوایم به دیگران زورگویی بکنیم. اون حساب امیدوارم یک مقداری که من راجع به این مقاله‌های 18 19 20 گفتم و گفتم که مدیسون نشست و کلی نگاه کرد به این کتابایی که از تاریخ باستان تاماس جفرسون براش میفرستاد از اروپا، از پاریس، ما هم بایستین خوب یاد بگیریم از این تاریخ دنیا و در آینده الگوی درست حسابی برای صلح دنیا، یه الگوی فدرالیزم برای اینکه کشورهای دنیا دیگه سر هم دیگه نزنن، ما هم یه الگویی بچینیم. من این امیدوارم. اون حساب اینا رو میخونیم فقط برای اینه که درس تاریخی بگیریم. من در یه ویدیوی گفتم به محض اینکه جنگ سرد، جنگ بین آمریکا و غرب و شوروی بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد، یکی از چیزهایی رو که میگفتن بخونید این پلپونیژن وار رو میگفتن بخونید در غرب، چون خودشون رو نگاه میکردن شبیه آتن و کشورهای یا شهرهایی که با آتن هم رأی بودند و شوروی رو نگاه میکردن به اسپارتا و شهرهایی که اسپارتا باش هم رأی بود. مثلا این درس ها رو که آدم باید بگیره که در آینده با یک زبان مشترکی که ما قبول کردیم به عنوان زبان دوممون این الگوی صلح رو پیاده بکنیم. در حال در این پاراگرافی که خوندم کلی از این واژه ها رو قبلا نگاه کردیم، جایی که میگه compelled to receive the same laws، یعنی زورشون کرد که قبول بکنن همین قوانین رو. بعد لایکرجس هم که یه شخصیت تاریخیه که باستین راجبش یاد بگیرید، حداقل ببینید چی میگه راجبش. و بعد این دوتا سیستم رو شروع میکنه با همدیگه مقایسه کردن. تمام نگاهی که میکنه به تاریخ یونان در این مقاله 18 میگه نگاه بکنید بهترینشون شبیه همین کنفدراسیون تو سری خورده ماست که ما تا حالا باید باش سر کله میزدیم و الان ضعفش رو میبینیم. میبینیم که چجوری الان میتونیم تومه بشیم، تومه این بریتانیا و فرانسه و اسپانیای کنونی در اون زمان، و خودمونو بدبخت نکنیم. میبخشید این نقشه پنچر ما، من قصدن این نقشه رو میذارم که اسم کشورها زیاد روش نیست و ما امیدوارم که اینو همه رو به عنوان یک کره زمین ببینیم. بعد اینم از توی یه دونه این کتابایی که حراجی یه دلاری 50 سنتی کتابخونه خریدم و نقشه جهانی که وسطش بود بریدم بیرون که گاگوداری اینجوری استفاده بکنیم. حالا یواش یواش به چند تا واژه های همین مقاله 18 دو مرتبه نگاه میکنیم، چون میگم دیگه همش همینو میگه که هر کنفدراسیونی اونجا داشتن ضعیف بود و تو سرخورده و فلان و بهمان.